من داریش ثقفی هستم، میخوام راجع به کنسرتی که در اکتبر 1991 در کارنگی هال نیویورک با محمد رضا لطفی داشتیم صحبت کنیم و امیدواریم که این یادبودی باشه از این بزرگوار استاد موسیقی ایران، روح شاد باشه. در سالهای 1990 محمد رضا لطفی در امریکا اقامت داشت، در ویرجینیا، و من در پیتسبورگ بودم. یک شب در پیتسبورگ در منزل آقای پرویز کریمخانی، دوست بسیار عزیزمون، مهمان بودیم. در اونجا تصمیم گرفته شد که من با محمد رضا لطفی برنامه موسیقی با همدیگه اجرا بکنیم. بعد از مدت‌ها مطالعه، چون من قبلاً در کارنگی هال نیویورک برنامه موسیقی داشتم، تصمیم گرفتیم این برنامه رو در کارنگی هال اجرا کنیم. اجرا کردن موسیقی در کارنگی هال بسیار با ارزش و از نظر صدا و سابقه که این سالن داره واقعاً برای آدم خیلی مهمه که بتونه در این سالن برنامه اجرا بکنه. بعد از مدت‌ها تمرین و در هم بودن و درگیری با هم دیگه در منزل ما و منزل آقای لطفی و موسیقی اجرا کردن، بالاخره تصمیم گرفتیم که این موسیقی رو وقتی با هم اجرا می‌کنیم در دستگاه شور اجرا کنیم. همیشه در مورد اجرای موسیقی ایرانی صحبت سر اینه که برنامه چی خواهد بود. ما تصمیم گرفتیم که چند قطعه از استاد علی‌اکبر شهنازی پیش درآمد و یک رنگ به اضافه یک تصنیف قدیمی و یک تصنیف از عارف اجرا بکنیم و بقیه رو به صورت بداهه نوازی اجرا بکنیم در شور و شهناز و حسینی. تمرینا واقعا و با هم بودن به حد عالی رسیده بود، با غذاهای بسیار خوب، و طوری شده بود که ما آماده بودیم که در کنسرت این برنامه رو اجرا بکنیم. محمد رضا لطفی در منزل ما دف و ستار و برای بار اول میخواست در عموم، بر معرض عموم، کمانچه اجرا بکنه و اون رو در بروشورمون هم نوشتیم، ولی خب وقتی که برنامه تموم شد از کمانچه زدن خبری نبود. استاد فرمودن که انقدر در برنامه در خود بود و با هم بودیم که با زدن تار و دف در قسمت دوم برنامه در شورلا کافی بود. تصمیم همچنین گرفتیم که شور رو در لا بزنیم که معمولا در سنتور در سل زده میشه، برای اینکه وسعت بیشتری برای قطعات مختلف، مخصوصا در تغییر صداها، وجود داره که صدای سنتور رو بسیار قشنگ میکنه، مخصوصا سنتوری که من اجرا میکنم با مضراب باز. صدای شفاف سنتور در اون سالن به اضافه تار و ضرب علی فراست واقعا شاهکاری است که ما فکر میکنیم که مردم باید از این قطعه موسیقی آگاهی پیدا کنند. قطعاتی از این حدود یک ساعت برنامه رو انتخاب کردیم و در معرض عموم میذاریم. امیدواریم که دوستان و هنرمندان از اون لذت ببرن، همونطوری که ما واقعا از اجرای این برنامه بسیار خوشحال بودیم. همچنین آقای لطفی هم بسیار خوشحال بودند. در کارنگی هال تشویق‌ها به اوج رسیده بود و بارها ملت دست می‌زدند و هورا می‌کشیدند و ما رو شرمنده کردند. فکر می‌کنم که قطعه بسیار قشنگی است. تار و سنتور هم نوازیش به اضافه ضرب علی فراست، این یک هدیه است که ما برای عموم به معرض تماشا میذاریم و شنیدن، و باز امیدواریم که این یادبودی باشه برای استاد بزرگوار موسیقی ایران محمد رضا لطفی. باید بگیم که این برنامه امکان وجود داشتنش وجود نداشت، چون تنظیم برنامه از پیتسبورگ در ویرجینیا در نیویورک با مسائلی که در بر داره، اگر خانم من استر میوایان که با
واقعا رئیس برنامه ریزی بود نبود، ما نمیتونستیم که این شرایط رو در خونه ایجاد بکنیم که بتونیم همدم باشیم با استاد لطفی و علی فراست و زمینه ایجاد بکنیم که وقتی رو صحنه میشینی کاملا موسیقی رو رد و بدل بکنیم، و این رو کاملا در این موسیقی میبینیم و فکر میکنم که یکی از بهترین برنامه هاییست که اجرا شده. معمولا مشکل دیگه که ما داشتیم دو تا ساز مضرابی با هم دیگه هم زیاد قبلا اجرا نشده، معمولا یک ساز مضرابی رو با نی یا کمانچه سعی میکنن که اجرا بکنن برای اینکه فرماش متفاوته، ولی دو نوازی تار و سنتور در این برنامه به حد اعلی رسیده و امیدواریم که شنوندگان خوششون بیاد، همونطوری که ما فکر میکنیم که برنامه بسیار قشنگی اجرا شده. Thank you.
Thank you.
Thank you.